در هفته هشتم پویش هر هفته الف به ایران، 7 پروژه صنعت آب در استانهای هرمزگان، فارس و کردستان با حضور وزیر نیرو به صورت تصویری افتتاح شد. از این طرح‌ها 3 طرح ملی انتقال آب از سد سهران به گوهران و 13 روستای مسیر، طرح احداث تصفیه‌خانه فاضلاب تیاب و شبکه جمع‌آوری و آبشیرین‌کن مهدی‌آباد در استان هرمزگان به بهره برداری رسید. تصفیه‌خانه فاضلاب دشتک مرودشت، تصفیه‌خانه فاضلاب شهیدآباد خرمبید و تصفیه‌خانه فاضلاب کالنو اقلیت هم 3 طرحی بودند که در استان فارس بهره برداری شدند. سامانه انتقال آب از سد آزاد و اتمام تونل 11 کیلومتری آبرسانی به سد قوچم نیز در استان کردستان افتتاح شد. در این مراسم وزیر نیرو بابت قطعی‌های برق در روزهای اخیر از مردم عذرخواهی کرد. بابت مضیقه‌هایی که برای هموطنان عزیز به ویژه در بخش خانگی و تجاری و البته سایر بخش‌ها فراهم شده عذرخواهی کرده‌اند، وظیفه دارم به عنوان وزیر نیرو فارغ از همه ادله و توضیحات از بابت همه این مضیقه‌ها و فشارها صمیمانه عذرخواهی بکنم از هموطنان عزیز. وزیر نیرو گرمای زود هنگام هوا و کاهش بارش‌ها را دلیل اصلی قطعی‌های برق دانست و با اشاره به موضوع استخراج رمز ارزها گفت به صورت رسمی و مجاز 300 مگاوات برق برای استخراج رمز ارزها در کشور مصرف می‌شود، اما آمار مصرف غیر مجاز بسیار بیشتر از این رقم است و 10% از کل برق مصرفی برای استخراج رمز ارزها در جهان متعلق به ایران است. وزیر نیرو گفت در تلاش این واحدهای در دست تعمیر را زودتر از موعد به مدار بازگردانیم و همچنین اگر هوا یاری کند و مردم هم صرفه جویی کنند، امیدواریم دیگر شاهد قطع برق نباشیم.